سلام، من محمد رضام و اینجا گوریلا استودیو. خیلی خوش اومدید. قراره تو این ویدیو روش ساخت چیزی که دیدید رو با هم مرور کنیم. این تکنیک خیلی توی سینما استفاده شده، این اخیراً هم توی سریال پریفرال دیدیمش. قراره با افتر افکت و موکا این تکنیک رو اجرا کنیم، پس بدون معطلی بریم سراغ نرم افزار تا ببینیم چجوری این تکنیک اجرا میشه. خب بریم ببینیم چطور میشه این تکنیک رو اجرا کرد. من از قبل ویدیو خودم رو توی فضای افتر افکت ایمپورت کردم، همونطور که میبینید ویدیو من وارده و اون تیکه که میخوام رو من انتخاب میکنم. تا اینجا به نظرم اوکیه و با کلید آلت و کوروش بسته تا اونجا که میخوام رو انتخاب میکنم و از اون به بعد رو حذف میکنم. مستقیم میریم سراغ افکت موکا و از اینجا از قسمت افکت ها موکا رو روی ویدیو خودم اد میکنم و در قسمت افکت کنترل موکا اد شده و با کلیک روی این گزینه ما وارد نرم افزار موکا میشیم برای ترکینگ. برای نصب موکا هم شما میتونید به راحتی سرچش کنید و اون رو دانلود کنید و استفاده کنید، ولی یادتون باشه حتما موکا پرو رو دانلود کنید، چون که هم پلاگینش برای افتر افکت نصب میشه، هم خود نرم افزار روی سیستمتون نصب میشه و برای اینکه ارتباط بین افتر افکت و موکا برقرار بشه نیازه که حتما این دو تا رو کنار هم داشته باشید. خب الان ویدیومون توی نرم افزار موکا ایمپورت شده. ما اینجا باید عملیات ترکینگ روی صورت رو انجام بدیم به وسیله مش. من اول از همه از این قسمت پنم رو انتخاب میکنم و تمام صورتم، چون میخوام روی جاهای مختلفش اتفاقاتی رو اعمال کنم، حالا کبودی و زخم و این چیزاست، انتخاب میکنم و اون قسمت رو ترک میکنم. قبل از اینکه وارد تنظیمات مش بشم، اگر شما پنجره موکا رو به این صورت نمی‌بینید و به این شکل پنجره موکاتون، همونجوری که دیدید از این قسمت از روی اسنشیال برش می‌دید و روی کلاسیک قرارش می‌دید تا این منو رو ببینید. حالا بعد از سلکت من در قسمت ترک اینجا پرسپکتیو و مش رو گزینش رو فعال می‌کنم. همونجوری که می‌بینید یه حالت تار عنکبوتی روی قسمتی که سلکت کردم ایجاد کرده. من به این صورت نمی‌خوام، می‌خوام کاملا یه دست باشه، چون تمام نقاطی که روی صورتم هست برام مهم، اون تکونایی که عضلای صورتم انجام میده می‌خوام داشته باشم حرکتش رو. برای همین از قسمت جنریشن مود اون رو روی حالت یونیفرم می‌ذارم و جنریت می‌کنم تا به این صورت در بیاد. الان تراکم پیکسلی من 32 مش سایز، من اون رو کمتر میکنم تا یه مقدار نقاطم بیشتر باشه، اون رو نگه میدارم و میچرخونم، دوباره جنریت کنم و این نقاط رو بیشتر میکنم. هر چقدر نقاط بیشتر باشه اون جزئیات کار بیشتر ضبط میشه و بیشتر ترک میشه، ولی با این حال سرعت ترکینگ شما به شدت میره بالا. با توجه به سخت افزاری که دارید باید انتخاب کنید که چقدر باشه و به چه صورت این نقاط کنارم قرار بگیره تا اون ترک انجام بشه. خب من نقاطم رو، اون نقاط مشم رو که میخوام ترک بشه رو ایجاد کردم. حالا با کلیک کردن رو این گزینه من تمام نقاط بعد از این ویدیو رو ترک میکنم. خب الان تا انتهای ویدیوم از اون نقطه‌ای که من ماسکم رو ایجاد کردم ترک شد، دوباره از اون نقطه به قبلم ترک رو انجام میدم تا کامل بشه و بعد از اون وارد افتر افکتش کنم. خب همینجور که میبینید با استفاده از ابزار مش توی نرم افزار موکا تمام اجزای صورتم ترک شده. حالا باید این رو وارد افتر افکت بکنم. قبل از اون باید یه کار دیگه هم انجام بدیم. ما نشانگرمون روی همون کیفریمی که از اول ایجاد کردیم قرار میدیم و در قسمت استابلایز مش وارپ رو فعال میکنیم و اون رو حالت های قرار میدیم و بعد از اون گزینه اکسپاند پلینر رو فعال میکنیم تا ابعاد ما بر اساس ابعاد پلانی که ایجاد کردیم و ویدیوی اصلیمون باشه، تا اون ترک کردنه و اون وارپ شدنه بر اساس ابعاد ویدیومون شکل بگیره. خب بعد از همه این کارا ما یه سیف میکنیم پروژمون رو و بعد از اون منتظرمون تا این پر بشه، بعد از اون میبعدیم و وارد افتر افکت میشیم. خب همه اون اطلاعاتی که توی موکا ما ترک کردیم الان اینجا در قسمت افکت موکا در افتر افکت ذخیره شده. من یه سالید میسازم ابتدای کار، مهم نیست چه رنگی باشه، سالیدم رو میسازم و دقت کنید که حتما اندازه سالید هم اندازه ویدیو اصلیتون باشه. برای همین من میرم انتهای ویدیو اصلی و با آلت و کوروش بسته ابعاد سالیدم رو هم اندازه ابعاد ویدیو میکنم. من از سالیدم یه کامپوزیشن میسازم، کلیک راست میکنم پری کامپوز و گزینه لیو آل اتریبیوت رو فعال میکنم و اوکی میکنم. الان یه کامپوزیشن جدید ایجاد شده و برای اینکه افکتم رو بتونم اعمال کنم و حالا هر چیزی که دوست دارم رو روی صورتم بندازم
میسازم ویدیوی اصلیم رو انتخاب میکنم، افکت موکا رو از روی ویدیو اصلیم کپی میکنم و روی کامپوزیشن جدیدم پیست میکنم. بعد از اون میرم سراغ ماژول رندر و گزینه رندرش رو فعال میکنم و همینطور از قسمت ماژول استابلایز وارپ رو اون رو هم فعال میکنم و در قسمت مت آلفا مت رو فعال میکنم که ببینم به چه صورت کامپوزیشن من روی صورت قرار گرفته و میدونم که کاملا درسته همونجوری که ماسک کردم. حالا نوبت میرسه به اینکه اون چیزی که میخوام رو روی صورتم بندازم. الان به این صورت خاکستری، چون من توی کامپوزیشنم یه سالید خاکستری دارم، حالا به جای این سالید خاکستری هر چیز دیگه ای بذارم روی صورتم میشینه و کاملا طبیعی و با حرکت صورتم حرکت میکنه. توی این ویدیو ما از زخم و کبودی و این چیزا روی صورت استفاده کردیم با سرچ کردن توی اینترنت و پیدا کردن عکسای مناسبی که حالا به صورتتون میخوره میتونید پیدا کنید و اون رو روی صورتتون اضافه کنید. البته توصیه میکنم که سمت زخم و اینا نرید، چون ما رفتیم دلمون ریش شد، اصلا نگردید دنبالش، یه چیز دیگه انتخاب کنید بهتره. خب حالا من این کامپوزیشن اصلیم رو لاک میکنم، من اسم این کامپوزیشنم عوض کنم، مین کامپ اسمش رو میذارم و بعد از اون وارد کامپوزیشنی که روش موکا رو اعمال کردم میشم، اسم این رو هم عوض میکنم و به این نام میذارم صورت کبود. حالا این قسمت الان خالیه، من این پنجره رو میارم و اینجا قرار میدم. علت لاک کردن کامپوزیشن اصلا برای همین بود که من همزمان هم کامپ خودم رو ببینم و ببینم چه تغییراتی داره روی صورتم اعمال میشه. من عکسی که انتخاب کردم از اینترنت رو توی کامپوزیشن موکا خودم قرار میدم و میدونم که به این صورت روی صورت قرار گرفته. حتما روی اون فریمی برید که توی موکا اولین فریم رو ایجاد کردید تا از اون شروع بشه به ترک کردن. من اون رو انتخاب میکنم، یه مقدار ترانسپرنسی این عکس رو کم میکنم تا ببینم چه اتفاقی داره میفته و میخوام کبودی دور چشم این کاراکتر رو روی صورت خودم بندازم. برای همین اون رو دقیقاً روی چشم خودم قرار میدم تا بتونم یه مقدار راحت‌تر این عملیات رو انجام بدم. خب از کامپ بورست فیس من این قسمت کبودی رو انتخاب میکنم تا اون دقیقا روی صورت من بیفته. با ابزار ماسک اون روی صورت من میفته. همینطور میخوام به جای چشم کاراکترم چشم خودم دیده بشه، برای همین داخل چشم این کاراکترم انتخاب میکنم و اون رو حذف میکنم به این صورت و برای حذف کردن مود اون رو روی حالت سابسترایک قرار میدم تا چشم من اینجا دیده بشه. حالا کار داریم با این کبودی ها، باید یه مقدار این ریفاین بشه، دقیقاً سر جای خودش قرار بگیره. دیگه باید با پوزیشن و اسکیل و روتیشن و فیدری که به ماسک میدید باش بازی کنید تا دقیقاً اون خروجی که میخواید به دست بیارید. خب کار ما با این قسمت از صورت تموم شده. من میتونم پنجره بروست فیسم رو ببندم و به کامپوزیشن اصلیم که مین کامپه برم و خروجی نهایی رو ببینم و ببینم چقدر راحت و چقدر دقیق این قسمت کبودی رو روی صورت نشسته و میشه چه کارهای خفنی با این پلاگین کرد. حالا کار ما فعلا با صورت تموم نشده، حالا زخمای زیادی قرار این صورت اضافه بشه. من اینا رو کم کم اضافه میکنم تا خروجی نهایی رو با هم ببینیم. حالا در کنار همه این کارا شما به جز زخم و کبودی و این چیزهایی که ما کار کردیم میتونید هر چیز دیگه استفاده کنید. فقط کافیه صورتتون رو ترک کنید، میتونید میکاپ کنید، میتونید روتوش کنید، میتونید تتو اضافه کنید و هر شکل و نقش و نشان دیگه ای رو میتونید روی صورتتون اضافه کنید. خب میبینیم که چقدر دقیق و چقدر درست روی صورت من این کبودی ها و زخم ها نشسته و با هر حرکت صورت من این چیزایی که اضافه کردیم روی صورت من تکون میخوره. برای اینکه یه مقدار بهتر بشه رنگ و نور این زخم ها و کبودی ها و به فضای رنگ و نور صورت من بخوره، من مود این لایه رو روی مولتی پلی قرار میدم تا یه مقدار فضای رنگی و نوری من رو بگیره تا خروج کار خیلی بهتر بشه. خیلی ممنونم که تا اینجای کار با من همراه بودید. اگر این مدل محتوا و این جنس ویدیو رو دوست دارید خوشحال میشم لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. اگر هر سوالی دارید توی قسمت کامنت ها میتونید از من بپرسید و تا قسمت بعد خلاق بمونید.